مینوبوس حامل نیروهای مدافع اعتباط و مقدسات عراق هدف حمله سنی های تندروی داعش قرار گرفت. لشکر سیزده التوفوف وابسته به نیروهای مدافع اعتباط و مقدسات عراق هشت شبی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله مسلحانه عناصر وابسته به داعش در روسته تل الجهش در غرب شهر موسل مرکز استان مرزی نینوا تن از این نیروها به شهادت رسیدند و سیزده تن دیگر مجروح شدند این بیانیه در ادامه افزود این نیروها هنگام بازگشت از مرخصی و در حالی که غیر مسلح بودند هدف حمله سنی های تندرای داعش قرار گرفتند بر اساس این بیانیه عناصر داعش به همراه خانواده های آواره وارد روستای تل الجهش شده بودند که چند ماه پیش از سنی های تندرای داعش بازپس گرفته شده بود. این بیانیه در پایان ضمن درخواست از آوارگان عراقی برای احتیاط در مورد نفوذ عناصر تروریستی به میان آنها و عدم تردید در گزارش افراد مزنون از حکومت و نهادهای زیربط عراق خواست نیروهای پلیس محلی را برای تأمین امنیت مناطق آزاد شده مستقر کنند تا هیچ گونه راهی برای نفوذ سنیهای تندره داعش باقی نگذارد.